رامین برزگر هستم، نزدیک به 40 ساله که تو رشته‌های مختلف هنری مثل نقاشی، عکاسی، گرافیک، مجسمه سازی، فیلم سازی مشغول به کار هستم و از کارم هم لذت می‌برم. رامین برزگر فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران است. او به طور مستمر همچون گذشته در کنار فعالیت‌های متعددش در رشته‌های مختلف هنری مدتی است که به عنوان تصویربردار و تدوینگر فیلم با تلویزیون صدای آمریکا در لس آنجلس نیز همکاری می‌کند. خوش شانس بودم که تو خانواده بزرگ شدم که ارزش گذاشتن برای هنرم و به علاقه هام و حمایتم کردن. در طول زندگیم خیلی معلم هنر نداشتم. یعنی خودم همش سعی کردم که دنبالش باشم. یعنی مثل یه آهنربا که این براده ها رو جذب میکنه به سمتشون کشیده میشدم. استاد ضیاپور واقعا زندگی هنر منو عوض کرد. گفتش که اگر خودت رو هنرمند میدونی دنیا رو ببین با دقت، با اون نگاه تیزبینانه و برداشت هنری تو بیا روی کاغذ. او که تاکنون بیش از 25 جایزه بین‌المللی عکاسی از کشورهای مختلف و در موضوعات متنوع عکاسی از هنری تا مستند اجتماعی و خلاقه دریافت کرده، در ماه‌های پایانی سال 2022 میلادی جایزه بهترین عکاس بخش معماری را به عنوان اولین ایرانی دریافت کننده این جایزه برای مجموعه عکس‌های از نگاه من از انجمن بین‌المللی عکاسان یا IPA دریافت کرد. او در لیست 5 انتخاب برتر داوران این جشنواره نیز قرار گرفت. تصمیم گرفتم که سال گذشته توی بخش آرشیتک فوتوگرافی شرکت کنم. تصمیم گرفتم که هنر خودم باشه، نگاه من باشه و اصلا اسم کانسپت من بود My Vision، نگاه من. گفتم اگه خب من از این ساختمون عکاسی کنم که نهایتا هنر اون معمار است، این زیبایی اونه، من کار خاصی نکردم. برای همین تصمیم گرفتم که تبدیلشون بکنم به اون نگاه من. موضوعم این بود که ما میتونیم با هنر محکمترین ساخته بشر رو فرمش رو عوض کنیم، در واقع تبدیل کنیم به اون چیزی که دلمون میخواد. کانسپت این موضوع در واقع یکی از نکاتی بود که برای داورا مهم بود و من در IPA سال 2022 نفر اول آرشیتک فوتوگرافی شدم. رامین برزگر در سال 2020 میلادی در بخش عکاسی هنری این انجمن جایزه ویژه دیگری را به خاطر مجموعه عکس‌های بازسازی اعدام زنان شیراز که در اوایل انقلاب اسلامی ایران به دلیل اعتقادشان به دیانت باهایی اعدام شده بودند نیز دریافت کرده بود. اسم خودتو میذاری هنرمند، مسئولیت خودتو سنگین میکنی. که هنرمندا مثل یه فانوسی جلو دارن میرن و جامعه رو دارن به سمت جلو میبرن. اون چیزی که یه جامعه رو نگه میداره فرهنگشه. فرهنگ جامعه دست هنرمند جامعه است و اون هویت میده به اون جامعه. وقتی از ایران اومدم بیرون و در محیط آزاد قرار گرفتم دیدم که خیلی خوبه که رو موضوعهای کار بشه که ازش هیچ سند و نیست، داکیومنتی وجود نداره و بر اساس شواهد و افرادی که حرف زدن تصویرسازی بشه اون کار. که تصمیم گرفتم که در واقع تو پروژه 10 زن شیراز در واقع همکاری داشته باشم و کار بکنم و اون پروژه رو در واقع عکساش رو به دنیا نشون بدیم که بقیه دنیا هم بدونن که چه تراژدی اتفاق افتاده در اون سال. انتخاب او به عنوان عکاس برتر بخش معماری انجمن بین‌المللی عکاسان او را به عنوان کاندیدی برای دریافت جوایز لوسی نیز معرفی کرد. جوایز لوسی یکی از معتبرترین جوایز عکاسی دنیاست که از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کرده و هر ساله از بین برندگان جوایز مسابقات معتبر دنیا که به این انجمن معرفی می‌شوند، عکاسانی را در 11 رشته مختلف به عنوان عکاسان برتر سال خود انتخاب می‌کند. سال 2022 کاندیدای لوسی اوارد شدم و یه افتخار بود برام به خاطر اینکه لوسی اوارد اینطور نیست که شما خودت شرکت بکنی، باید به درجه‌ای برسی که انتخاب بشی که وارد لوسی اوارد بشی. از این جهت لوسی اوارد برای من خیلی جای با ارزشیه. وقتی شما نگاه میکنی به تاریخ افرادی که لوسی اوارد گرفتن میبینی که اینا چه افراد بزرگی بودن و چقدر سختی کشیدن و چه کار بزرگی انجام دادن یا چه نوآوری به وجود آوردن، چه تصویری رو خلق کردن و همشون اسمشون تو تاریخ عکاسی ثبته.
وقتی توی چنین مسابقات بین‌المللی شرکت میکنیم، اون لحظه ایرانی بودنم توی این جریان اینجا برام مهم میشه که میبینم اینا هیچ مشکلات ما رو نداشتن. موقع عکاسی بارها بارها ما رو گرفتن، دوربینم ازم گرفتن، در دوربین رو باز کردن، همه اون عکسایی که براش زحمت کشیدن بیرون و سوزوندنش، همه این سختی ها رو کشیدیم. ولی وقتی رسیدم به اینجا و بعد خودم رو توی افرادی میبینم که از کشورهای دیگه اومدن و این مشکلات رو نداشتن، برام با ارزش میشه اون مقام، ارزش بیشتری پیدا میکنه که من سختی هایی کشیدم که تو اون سختی ها تونستم خودم رو بسازم که بیام توی لولی قرار بگیرم که آدم هایی که این مشکلات رو نداشتن هستن و اونجا به ایرانی بودنم در واقع میبانم. فکر میکنم چکیده اون چیزی که بعد از 40 سال عکاسی بخوام به نسلی منتقل کنم اینه که اولین چیزی که باید بهش دقت کنن این که خودشون اول بشناسن، اول بدونن کجا هستن. مثل هر انسانی که اثر انگشتش متفاوته، نگاهش هم متفاوته، از کاری هم که ثبت میکنه متفاوته، کادری که میبنده متفاوته. نکته بعدی این که حتما مطالعه زیاد بکنن. وقتی از یه چیزی عکاسی میکنی باید درکش بکنی، باید بدونیش، باید بفهمیش، باید بشناسیش. من مثال ساده به بچه‌هایی که باهاشون درس میدم عکاسی میگم، وقتی میخوای از یه مورچه عکاسی کنی که تو از بالا سر ازش عکس نمیگیری، باید بشی اندازه یه مورچه. تکرار و استمرار و صبر برای یک عکاس لازمه، صبور باشه و این راهی نیست که یه شبه بهش برسه، باید براش زحمت بکشه.